بپردازیم به سرخط اخبار امشب. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ خواستار اختصاص یک روز جهانی به شیعیان قربانیان تروریسم شد. مشارکت 100 هزار نفر در یگانهای پزشکی و آمبولانس ها در مسیرهای منتهی به کربلا به مناسبت ایام اربعین. و سازمان ملل تغییرات اقلیمی افغانستان را در معرض خطر قرار داده است.